قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در تیTV. خانم آقایان سلامی گرم و درودی بی پایان بر تک تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا عزیزانی که این برنامه رو از ایران می‌بینند تمام برنامه های ماه سپتامبر رو من با پیرهن زرد اجرا خواهم کرد ماه آگوست با, با پیرهن صورتی بود این ماه با پیرهن زرد خواهد بود به خاطر اینکه رنگ زرد رو یکی از ارگان های خیریه آمریکا به عنوان رنگ جنگ با چاقی بچه ها گذاشته به خاطر این هم هستش که خیلی از بچه ها الان با بازی های کامپیوتری پشت کامپیوتر هستند فعالیتی ندارن زیاد و به خاطر همین هستش که خیلی الان چاقی بچه ها زیاد داره میشه کلسترول بچه ها داره میره بالا به خاطر مسئله فعالیت ندارن و به جهت این رنگ من شروع میکنم که پوشیدن در رای تمام ماه سپتامبر که نشان دهنده آن باشد که شما هم هر وقت رنگ زرد دیدین اگر که فرزندی دارید به فکر اون فرزند باشید که بتونه که بچه ها برن که در جنب و جوشی داشته باشن بتونن که به قول معروف بدنشونو تکون بدن که بتونن که جلوگیری کنن از چاقی بچه ها سوال اول امروزمون رو امیر میپرسه امیر میگه که دو ماه دیگه مدرک مهندسی برق قدرت رو با معدل 15 از دانشگاه سراسری میگیرم هدف نهایی من زندگی در آمریکاست الان تقریبا روی 120 میلیون کمک والدین برای ادامه تحصیل میتونم حساب کنم اما فکر میکنم راه مناسبی برای زندگی در آمریکا نباشه شما بین گزینه های زیر برای هدف نهایی که زندگی در آمریکا کدام را پیشنهاد می کنید یک گرفتن مدرک کارشناسی ارشد برق در یک کشور خارج از ایران و به دلیل هزینه بسیار بالای دانشگاه آمریکا در دانشگاه خارجی از آمریکا مثل آلمان گرفتن مدرک MBA مهندسی برق MBA از دانشگاه صنعتی شریف و اقدام برای DBA در آمریکا کسب تجربه در رشته برق در ایران و بعد اقدام برای ویزای کار اینو من میتونم بهت بگم اصلاً نه با حتی شما که کسب تجربه هم بکنی ممکنه که اینجا نتونی که کار فرما پیدا بکنی که ویزای کار برات بگیره در کل های کاملی من دید درستی از ویزاها با توجه و به توجه نامعتبر بودن منابع اینترنتی ندارم و از شما خواهش میکنم یه راه خوب برای ورود به آمریکا و زندگی در آن و یه دید درست از آینده شغلی و نیاز کشور آمریکا بین رشتهای برق قدرت یا پاور الکترونیک یا ام بی به من بدهید امیر جان سوالت بسیار سخته و بذار بهت بگم چرا برای اینکه شما هر درسی که داری میخونی هر زحمتی که داری میکشی باید طوری باشه که اون درس جوابگوی نیاز کشوری که داری توش درس میخونی باشه در ایران برای مثال شما در ایران آیا شما با فوق لیسانس برق میتونی تو ایران کار کنی؟ آیا با فوق لیسانس بازرگانی در ایران میتونی کار بکنی؟ یا با فوق لیسانس دیگری و اگر که و اینو باید انجام بدید برای اینکه تمام زحماتی که شما دارید میکشید برای ایران هستش باید برای ایران باشه اگر آلمان اگر آمریکا نتونستی مهاجرت کنی با اون مدرکی که زحمت کشیدی گرفتی کار میخوای کنی و این سوال بزرگی هستش روی این حساب بذار یه قدم عقب بردارم اگر که ببین تمام زن میگه که 120 میلیون تومن میتونی که از والدینت بگیری و این 120 میلیون ازش باید حواست باشه که سرمایه خوبیه هزار دلار میشه چگونه استفادهش کنی این سرمایه گذاری برای پذیرش در ایالات متحده گرفتن و اومدن آمریکا و خرج آمریکا برای دوره فوق لیسانس خوب نیست پس فوق لیسانس رو ازش برای آمریکا فراموش کن برای آلمان نظری من نمیتونم داشته باشم چون که نمیدونم ولی طوری که شنیدم آلمان کمی ارزون تر هستش نسبت به آمریکا اون رو دیگه خود تحقیق کن من اطلاعات ندارم در من آلمان نمیخوام چیزی بگم که خدای نکرده گمراهت کنم در مدرک ام بی ای که شما داری میگی من به جات بودم اگه من به جات بودم من فوق لیسانس برق و در کنارش ام بی ای رو میگرفتم هر دو تا رو میگرفتم دو سال سه سال, سال برو در خود ایران خرج خرجتو پایین نگه دار برای مقطع دکترا برای خارج از کشور مثل یالات متحده پذیرش گرفتن با بورسیه ممکنه راحت تر باشه اگر هم که نتونستی بگیری و اگر هم که بهت ویزا ندادن اقلا دو تا رشته رو داری فوق لیسانس برق و فوق لیسانس و یکی از دوستان اتفاقا نامه نوشته بودن برای من نوشته بودن که آقای کامل شما تو برنامهتون خیلی میگین که فوق لیسانس بازرگانی خیلی رشته خوبی هستش ولی در ایران صاحبای <تصفح> تجارت <تصفح> و کارخونه دارا کسایی که برنامه های بسیار بزرگی انجام میدن زیاد نمیخوان یعنی مدیر بازرگانی بیانن چون که خودشون احساس میکنن که همه کارها رو میتونن انجام بدن جالب بودش ولی به نظر من احتیاط اون طورم نیستش خیلی جا هستش که جدا اشخاص میتونن که روش حساب بکنن که خودشون آم، بتونن که کسایی بیارن حتی اگر که بازرگانی خوندن یه تجارتی دارن بتونن کسی رو بیارن که روی اونا بتونه که کار بکنه و به نظر من ام MBA رشته خوبی هستش که بتونه که جواب ملت باشه در مورد این مسئله ولی کن پس من به جات بودم فوق لیسانس رو توی ایران میگرفتم بعدش برای کشور خارجی برای دوره دکترا اقدام میکردم مهدی میگه که 23 سالشه دو لیسانس مهندسی هوا و فضا از دو دانشگاه دارم از یکی از روسیه و یکی از تهران آخرین نمره زبان من هم چهار هستش با توجه به شرایط دوست آخرین نمره زبان من آیل و نیم هستش و از زبان روسی هم تسلط داره دوره فوق لیسانس دکترا رو در کشور آمریکا میخواد بگذرونه و هدف نهایی هم گرفتن اقامت آمریکاست که موندگار بشم نمره هات خوبه مهدی جان مهندسی هوا و فضا من نمیدونم که بتونی که تو اینجا فوق لیسانس و دکترات رو به سادگی بگیری بلکه فوق لیسانس رو ممکنه که سختتر باشه ولی الان بهت میگم یه نظر که بهت من می میگم چی, چی هستش آیا پرونده من پرونده خوبی برای مهاجرت هست؟ برای چه دانشگاهی میتونم اقدام کنم؟ آیا سایتی وجود داره که این نظرات رو به من بده؟ و برای دکترا یا خیر؟ آیا من که رشته هوا و فضا خوندم میتونم برای دوره ارشد معماری بخونم؟ مهدی جان شما اگر که من مجات بودم این کار میکردم برای دوره فوق لیسانست اقدام بکن نمیان نظر مالی وضعیت چجوره ولی برای دوره فوق لیسانست اگر که اقدام بکنی ببین پذیرش بهت میدن با بورسیه یا نه میدونید بیشتر من دیدم که فوق لیسانس و بورسیه نمیدن و بعد از اون اقدام بکن برای اداره برای ویزا گرفتن من شنیدم که بچه هایی که توی مهندسی هوا و فضا درس خوندن ممکنه که در کنسولگری آمریکا ویزا بهشون ندن زیر یک قانونی هستش که اگه بعضی از رشته ها مثل شیمی بعضی وقتا فیزیک آم، چیزهایی که در مورد برنامه های اتمی هستش نفت هوا فضا اگر که اون رشته ها اشخاص بخوان از ایران بیان اینجا و درس بخونند درس بخونند و بخواین که باید که شما نشون بدی برای گرفتن ویزای دانشجویی که یک روزی به کشور خودت برمیگردی درست میگن که شما نمیتونی بیا اینجا درس بخونی و برگردی به ایران و ایران رو اون سیستم و اون صنعت هوا فضا اتمی شیمی فیزیک ایران رو قوی کنی چرا چون تحریم هستش به خاطر مسائل تحریمات ممکنه که به ویزا ندن ولی در این حال هم من دیدم که خیلی از بچا گرفتن جدا هیچ قاعده ای نداره و اینو میخوام بهت بگم که حواست باشه در نظر خرج فوق لیسانس خودت رو به نظر من بتون که تو اقدام بکن ببین به پذیرش میدن یا نه از نظر مالی خودت باید سبک سنگین کنی بیشتر از دوستان که من دیدم اومدن آمریکا برای دکترا تونستن که بورسیه بگیرن روی حساب اکثر بچه‌ها با تواصلشون باشه که این نگاه میکنن فوق لیسانستون رو که در ایران بگیرید یا در کشوری که خرجتون پایین باشه خرج رو پایین نگه دارید خرج رو پایین نگه دارید. بعد برای دکترا ببینن که بورسیه میتونن بگیرن و بتونن که پذیرش بگیرن ویزا آمریکا و یادتون نره پذیرش گرفتن یه چیزه ویزا گرفتن یه چیز این حساب درصد این که شما بورسیه بگیرید پذیرشی بگیرید با بورسیه و بعد ویزا بگیرید ممکنه که کم باشه ولی کن شانس خودتون رو امتحان بکنید آم، چرا که منو شما بگیم نه اقدام بکنید فعالیتتون رو شما انجام بدید همه کارا رو انجام بدید و ببینید که آیا بهتون ویزا میدن برای ادامه تحصیلتون یا نه برای اقامت که گفتی مهدی جان باید بدونی شما که گرفتن دکترا در آمریکا یا فوق لیسانس گرفتن در آمریکا اتوماتیکلی تبدیل به گرین کارت نمیشه باید شما نخبه باشی در رشته خودت که بهش میگن ای 1 و از طریق اون نخبه بودن خودتون بتونید که اقدام بکنید برای گرفتن گرین کارت و شانسش ممکنه کم باشه تو زمان بسیار زیادی داری به اونجا برسی <تصفح> فقط تنها چیزی که میتونم بگم در طول تحصیلت نمرات بالا نگه دار مقاله زیاد بنویس کتاب بنویس با استادات کار بکن که بتونی که بتونی که خودت رو به سطحی بیاری که بتونی برای ای بی یک اقدام بکنی برای گرفتن گرین کارتت یه سوالی هم کرده بودی از من هوا فضا خوندی معماری رو بخوای دوره ارشد معماری رو بخونم امکان ام پذیر هر دوره ارشد رو میخوای بخونی معماری فوق لیسانس رو بخوای بخونی تو امکان ام پذیر ممکنه باشه ولی کن باید ببینید که چند تا از کردیت ها تا چند تا از واحدهایی رو که ورداشته دانشگاه فوق لیسانس برای معماری قبول میکنه <تصفح> روی حساب ساده نیستش اتوماتیک نخواهد بودش براتون و ممکنه که مجبور که چند تا کلاس دیگه در مورد معماری ورداری قبل از اینکه تو رو برای ارشد قبولت بکنند خانم فتانه میگن که همسر من سی سالش داره گرین کارت ولی متاسفانه به مدت دو سال به دلیل اینکه از مادر خود که سکته کردند و کسی نبود که از شما مراقبت کنند در ایران بودند و نتوانستند با آمریکا سفر کنند و همچنین برای شهریور امسال بلیت گرفتن که به آمریکا برگردن و برای دو سال نبودنشون از دکتر مادرشون نامه گرفتن و مهر نظام پزشکی پا، پای برگه خورده و همچنین این نامه جهت ارائه به افسر گرین کار ترجمه شده است بسیار عالی به نظر شما وضعیت همسر من چگونه می باشد آیا امکان باطل شدن گرین کارتش وجود داره یا خیر خانم فتنه اولا احسن به همسر شما که مراقب پدر مادرش بوده احسان به ایشون. رونیسا نباید بگیم متاسفانه بلکه باید بگیم خوش متاسفانه که مادرشون سکته کردن ولی خوشبختانه که همچین پسر گلی داره مثل همسر شما که مراقب مادرش بوده اگر که گرین کارتشون و ایشون وارد آمریکا بشن با اون مدارک که دارن که نشون میده که به خاطر ناراحت به خاطر مریضی مادرشون نتونسته بودن بیان آمریکا اون نامه رو به افسر مها... محاجر... اگر که افسر مهاجرت سوال کرد و ایشون ارائه بدن قاعدتا میتونه که یه کمی جوابگوی افسر مهاجرت باشه و به نظر من اوکی خواهد بودش ولی اگرم که من نبا... چیزی نباشه ایشون اگه برگرده به که من قصدم قصد دارم که آمریکا بمونم ولی به خاطر بیماری مادرم من نتونستم بیام هر کاری هم که اداره مهاجرت اگر که بخواد بکنه با سعی کنن که اول این مسائل رو حلش بکنن در فرودگاه آروم باشن اگر که طرفم یک کمی باهاش بد رفتاری کردش با این حال آروم باشن ایشون اگرم که اداره مهاجرت بخوادش که گیرین کارت ایشون رو پس بگیره یعنی اقامت رو پس بگیره ایشون بگن که من داوطلبانه اقامتمو پس نمیدم میخوام با قاضی مهاجرت صحبت کنم با قاضی مهاجرت یک سال دو سال ممکن طول بکشه در صحبت بکنن در آمریکا خواهم بودیشون ولی با قاضی مهاجرت یکی این مسائل رو اعلام بکنن فکر کنم که پرونده خوبی داشته باشن ما دیدیم که خیلی ها با این مسائل که اومدن که نارفه خاطر بیماری از ایران دور بودن بیماری خودشون یا اشخاص درجه اول خانوادهشون دور بودن تونستن که اینجا مسائل رو حل بکنن روی حساب به همسرتون بگین برگردن ان شاءالله براتون مشکل نخواهد بودش ولی که با اگه که مسئله بودش این مسئله رو میتونن که حل بکنن <coughs> ساناز میگه که نامزدم گرین کارت ده ساله ای آمریکا رو داره و سه سال و نیمه دیگه سیتیزن آنجا میشه اگه من توریستی اقدام کنم میتونم در آنجا ازدواج کنم و ماندگار من و گرین کارت بگیرم خیر ساناز جان نمیتونی برای اینکه شما اگه توریستی بگیری وارد آمریکا بشی بعد مکسیمم برای 6 ماه اجازه ورود داری همون روز بعدم هم شما ازدواج بکنی همسرت هم برات اقدام بکنه چون که گرین کارتی هستش سه سال و نیم طول میکشه که گرین کارت سه سال طول میکشه گرین کارت حاضر بشه شما بعد از 6 ماه غیر قانونی میشی غیر قانونی تو آمریکا نمون نمون برای که مشکلات بعدی خواهی داشتش برای تبدیل ویزات روی حساب به نظر من این کارو نکن نکن این کارو با شرایط ایشان که در ایران ازدواج کنیم پروسه اقامت من چقدر طول میکشه که بتونم ویزای اقامت آمریکا رو بگیرم کسانی که الان ازدواج بکنن با این نفری که گرین کارت آمریکا هستن و آن گرین کارتی براشون اقدام بکنه الان طبق زمان بندی الان که سپتامبر 2014 هستش سه سال تقریبا طول میکشه آیا میتونیم در صورت ازدواج در ایران با ویزای توریستی در این مدت به ایشان سر بزنم که برای ویزای توریستی اقدام کنم چون, چون که ازدواج کردی و همسرت گرین کارتی هستش و شما باید حقیقت رو روی فرم دی 360 ت بگی که ازدواج کردن با کسی که گرین کارتی هستش بخوای که بره ویزای توریستی بگیری ممکنه که بهت ویزا رو ندن چون که میگن که میری اونجا میمونی روی ولی کن دروغ هیچ وقت نگو حقیقت رو همیشه در مدارکتون بذارید حتی اگر که اون حقیقت هم بر ضدتون استفاده بشه به دولت ها دروغ نگید مخصوصا در زمانی که شما در درخواست ویزا میکنید درخواست گرین کارت میکنید چون همه چی کامپیوتریه همه چی می دونن همه چی متوجه میشن دروغ نگید هیچ وقت و اون دروغ همیشه توی مدارکتون میمونه روی این حساب به نظر من حقیقت رو بگو شانس خودت امتحان بکن خانم نرگس میگن که آم چهل سالم هستش زبانم بد نیست در حال تقویت زبان می باشم دارای مدرک دکترای جغرافی برنامه ریزی شهری با سابقه تدریس 18 ساله احسن در زمینه گردشگری نیز دارای فعالیت و مدرک فنی و ای می باشم دو فرزند 20 و 14 ساله دارم همسرم هم نیز دارای مدرک آشپزی و هتلداری از سازمان فنی و ای می باشد که 52 سال سن دارد سرمایه ما حدود 60 میلیون تومان هستش. به چه, به چه طریقی میتونیم اقدام به مهاجرت کنیم که از آن سوال من این است که طریق همه اعضای خانواده بتونیم اقامت بگیریم لطفا, پاس... لطفاً پاسخ من رو اعلام کنید و منتظر نمره خوب در موقع زمان فوق لیسانس خب در مورد فوق لیسانس گفتن که الان ایشون دکترا دارن روی وقتی وقتی فوق لیسانس داشته باشن مدارک دکتراشون زیاد مسئله نیستش ببینید شما حالا ایمیلشون نوشته نرگس ولی نمیدونم اسمشون نرگس یا نه حالت گفتن آخرش ولی خب ده هر شب یک خانمی هستن که چه سالشونه که دو تا بچه هم دارم، بیست و ساله ما همه خانواده ببینید سن بچه تو که بیست سالشه یک همه من اذیت میکنه 20 سالش هستش اگر که بالای 21 بشه ایشون زیر پرونده شما نخواهد بودش تنها راهی که به نظر من میرسه که شانستون رو امتحان بکنید که درصد پیروزیتون ممکنه کم باشه به خاطر رشتهتون و نمراتتون رو باید دیدش تحقیقایی که کردی حالا شما 18 سال این تدریس میکنید ممکنه که شانسش داشته باشید بهش میگن ای بی یک ای بی یک ماره کسانی هستش که دکترا دارن و به در مورد یکی از مسائل با یکی از دوستان صحبت میکردیم الان جوابش میدادم کسانی که دکترا دارن و میتونیم که بگیم که نخبه ممکنه باشن در رشته خودشون مقاله نوشتن، تدریس کردن، کار کردن تو رشته خودشون میتونن فعالیتی نشون بدن ممکنه که بتونن که ای یک واجد و شرایط باشن ممکنه واجد و شرایط باشن و بعد اگر که شما زمانی اقدام کنید که فرزند شما زیر سن 21 باشه سنش میتونه که در شرایط شما فریز بشه و پروندتون میتونه که ایشون زیر مجموعه پرونده شما باشه بلی من یک سوالی که از شما دارم اینه که به غیر از اون با اطلاعاتی که من شما دادین شما واجد شرایط نخواهید بود برای اقامت با آمریکا. پس من برای پرونده شما از طریق ای بی ای, ای یک از یک تا ده سه یا چهار میدم رزمتون رو ندیدم سابقه کاریتون رو ندیدم و نمیتونم که نظر بدم سابقه کاریتون برای ما بفرستین ممکنه که این شماره رو من بیشترش بکنم از نظر هر راه دیگه ای پرونده شما رو از یک تا ده من بهش یک میدم واجه شرایط نخواهید بود برای ای یک هم شما دقت بکن 60 میلیون تومان شما سرمایه داری میشه 20 هزار دلار برای ای یک شما راحت بین 7 تا 10 هزار دلار خرج کردی 7 تا 10 هزار دلار که ممکنه بشه ممکنه نشه اگه نشود سرمایت نصف شده دقت بکنین چیزا میخوام فکر بکنین شما در موردش آیا ارزش داره به خاطر اینکه بشه یا نشه سی درصد چل درصد شما حساب بکنید نصف سرمایتون رو در ریسک بذارید آیا ارزش داره که شما بیای پنج هزار هفت هزار دلار هر چی باشه روی دفاتر وکالت مختلف یا من یا بقیه خرج بکنی که ریسک بکنی که نصف سرمایت بره من به جات بودم نمی کردم من به جات بودم چرا؟ چون که حتی اگر هم که حتی اگر هم که شما پیروز بشی در این برنامه که گرین کارت هم بگیری با نصف دیگه سرمایت که ده, م... ده هزار دلار هستش سی میلیون تومن هستش شما نمیتونی وارد آمریکا بشی که رو پای خودت وایسی و بتونی که اینجا زندگی بسازی متوجه شدین؟ یعنی شما اگر که حتی گیرین کارت هم بگیری وارد آمریکا هم بخوری اینجا از نظر زندگی شکست میخوری بدین جهت من به جای شما بودم وارد بازی ایبیه وارد بازی ای یک یا مهاجرت به ایالات متحده نمی شدم متوجه این اگر که شما حتی گرین کارت هم بگیری وارد آمریکا بخوای بشی یک جا و مکان و جایی بگیری که بچه ها زندگی کنن تا بخوای زندگی رو به خودت بیای که چه خبره 60 هزار دلار خرج کردی 180 میلیون 200 میلیون تومان بعد حالا بعد این دو کار چه کاری چه کاری زبانتون هم دوشین قوی کردی، یعنی قوی نیستش روی این حساب به نظر شخصی من و به نظر, ش... نظر من از نظر به عنوان یک وکیلی که 18 سال داره کار میکنه پرونده های مختلف رو دیده من به جات بودم نه سرمایم نه وقتم رو تلف میکردم که وارد این برنامه بشم شکست خواهید خود شما در آینده به این جهت به نظر من فراموشش کنید خانم پرستو میگن که با توجه به عدم وقت کافی فقط دو جلسه از برنامه شما رو دیدم نکته جالب این بود که شما اکثر پرونده ها رو که واجد شرایط درخواست اقامت و تنها پرونده های با مبلغ سرمایه گذاری بالای 500 هزار دلار را تایید کردید که این کاملا واضح است. بنده از اقراق خوشم نیومده ولی با منفی بودن موافق نیستم چون همه ما میدانیم کشوری به پهناوری آمریکا با توجه به سیاست عدم اخراج شهروندان خارجی در صورت اتخاذ راهکار مناسب فرصت خوبی برای شهروندی است تعدادی از دوستان و اقوام من طی چند سال اخیر به صورت توریستی و تحصیلی به آمریکا رفته و پس از تمدید ویزا و تبدیل به ویزای کار یا تغییر دین پس از دو سال و نیم اقامت گرفته و ماندگار شدند به هر حال نظرتان شما ارزشمند و باعث دلگرمی هموطنانمان هست بسیاری از دوستان متقاضی مهاجرت در شرایطی هستند که حتی با موقعیت‌های خوب پوزیشن کاری، درآمد، مسائل عاطفی حاضرند در شرایط پایینتر از وضع موجودشان مهاجرت کنند. من و خانواده نیز چنین شرایطی را داریم که در زیر گفته و از شما تقاضای ارائه راهکاری مناسب را دارم <applause> خانم پرستو قبل از اینکه من جواب سوال شما رو بدم و در مورد شما آشنا بشم بذارید که فقط اینو بهتون بگم که مشکلاتی که دلیل اینکه من پرونده ها رو یک تا ده شماره میام یا اینکه میگم که چه کاری بکنن ملت که زندگیشون بهتر بشه فقط هدف گرفتن گرین کارت نیست و من حقیقت رو بهتون بگم تغییر دین مسائل سیاسی و پناهندگی من دست بهشون نمیزنم سر سری نود پرونده ها دروغه من با دروغ اشخاص شریک نمیشم آی مسلمون بودم اومدم اینجا یه دفعه اصلا مسیح و دیدم و اینجا دیگه مسیحی شدم بعد من از اول بچگی می مسیحی بشم و این نشدم چون که ایران به من اذیت میکردن اومدم آمریکا پامو گذاشتم با ویزای توریستی بعد از 40 سال آمریکا یه دفعه مسیحی شدم دوستان این داستانا رو شنیدن سدی 90 هم دروغه خود کسایی هم که اقدام دارن میکنن میدونن دروغه برای همین من اصلا به پرونده پرندگی دست نمیزنم میدونید از نظر مسائل سیاسی هم چقدر میخوایم بشنوی این مسائل که دوستان میگن که من در تظاهرات 88 بوده عکسم اینم عکس من توی روزنامه است و دنبال من الان هستم پام بزنم ایران منو میکشن 6 سال شما تو ایران زندگی کردی کس کسی ازت نکرده حالا میخوام بکشنت میدونید این مسائل رو باید فکر کنید که پرونده افسر مهاجرت که داره پرونده رو مرور میکنه چقدر از این داستان ها شنیده متوجه ولی به غیر از اون خود شخصی که میخوادش که متقاضی باشه اقدام بکنه خود اون داره امضا میکنه که تمام این مسائلی که من میگم حقیقت داره و اگر که حقیقت نشته باشه دولت آمریکا و اگه متوجه بشه که دروغ هستش حق داره که شخص رو مادام العمر از کشور اخراج کنه رو چون که من خودم میدونم که سری نبد این پرونده ها و داستان ها دروغ هستند من به هیچ عنوان به پرونده پناهندگی دست نمیزنم و شما خانم پرستو که فرمودین که برنامه 500 هزار دلاری یا اینکه چیزای دیگه ممکنه باشه تاکید میکنم خیر حرف شما کاملا اشتباهه من به ملت میگم که درس بخونن با تحصیلاتشون وارد آمریکا بشن با تحصیلاتشون ای بی یک بگیرن اگه نخبه باشن اگه خوب باشن میتونن که این کار رو انجام بدن حساب شدنی هستش به از برنامه سرمایه گذاری ولی شما جو و شرایط دنیا رو باید نگاه کنید در زمانی که کشورها در زمانی که کشورها بیکاری بالا دارند نمیره یک کارمند از خارج از, از, کشورش بیاره که به بیکارا اضافه کنه سعی میکنه کشور خودش از نظر کار اون کسانی که بیکار هستن رو بهشون شغل بده بدین جهت برای همین هستش که الان ویزای کار گیرین کارت کاری نمیشه گرفتش به خاطر <coughs> همین مسئله بیکاری بالای ایالات متحده هستش برگردیم سوال شما جواب بدیم شما فرمودین که پرستو یا چهار ساله متأهل لیسانس مدیریت بازرگانی لیسانس دانشجوی فوق لیسانس کارآفرینی دانشگاه تهران احسنت سابقه ده سال کار در دانشگاه با بیمه و سطح زبان متوسط همسرم سی ساله لیسانس مهندسی کشاورزی سابقه 8 سال کار با بیمه ما قصد مهاجرت به آمریکا رو داریم از روش های تحصیلی کاری و مواردی که به نظر شما مناسب ما هست استقبال می کنیم ضمنا سرمایه ما هفتاد هزار دلار است همچنین برادر خواهر من هم تمایل به مهاجرت دارند و برادرم میخواستن از شما سوال کنن که در ایالتی مثل شیکاگو و دالاس شیکاگو و دالاس شهر هستند ایالت نیستن استان نیستن آم، شیکاگو در ایالت ایلنوی دالاس در تگزاس عکس دالاس یه یک برند کوچک برند کوچک مثل کینگ برگر یعنی برگر کینگ دلیوری غذا چقدر سرمایه میخواد و آیا من برادر و خواهرم به واسطه سرمایه گذاری مشترک میتونیم اونجا ویزای کار بگیریم یا خیر خانم پرستو در مورد سرمایه گذاری بهتون بگم برگر کینگ این کمپانیای بزرگ برگر کینگ برند کوچیکی نیستش برند خیلی بزرگیه که الان با یه کمپانی کانادایی اتفاقا عضو شدن و جز شدن. <تصفح> شریک شدن یا کمپانی دیگه خیلی از اینها برای اشخاصی که خارج از آمریکا هستن نمیخوان که رابطه ی اقتصادی داشته باشن روی بدون داشتن گرین کارت بعضی از این فرانچایز اصلا نمیخوان با شما صحبت بکنند ولی برای یک تونه برند کوچک فرانچایز قاعدتا 250 تا 400 هزار دلار ممکنه که احتیاج باشه و یا یک ویزای ای دو میشه و هر شخص ویزای ای دو میگیره ممکنه که در بعضی موارد بشن اشخاص شریک بشن ولی بعد مسائل قانونی دیدش و یه جواب سوال شما رو بدم قاعدتا هر شخصی هر پرونده ای باید 250 هزار تا 250 هزار دلار داشته باشه خوب هست شماره خوبی هستش ویزاس گیرین کارت نیست گیرین کارت باشه میره رو برنامه 500 هزار دلاری در مورد شما صحبت کنیم خانم پرستو مدیریت بازر از نظر پرونده همسرتون اگر رو پرونده همسرتون نگاه کنیم لیسانس مهندسی کشاورزی به نظر من پیدا کردن کار و... کارمندی که بخواد همسر شما رو به عنوان پیدا کردن کارفرمایی که بخواد همسر شما رو به عنوان کارمند با آمریکا بیاره با گیرین کارت بسیار سخته از یک تا ده من به پرونده همسر شما دو میدم چرا؟ چون که ممکنه که واجه شرایط نباشن برای این کار که کار فرما پیدا بکنند کار فرما پیدا بکنه از نظر مالی که شما فرمودین هفتار هزار دلار به نظر من حالا گفتین سرمایه با برای ورود با آمریکا هفتار دلار هستش آه، اون نمیدونم همه سرمایه‌تون اینا ممکنه که فقط هفتاد تا شما برای آم، برای کار دانشجویتون از نظر تحصیل خودتون حالا فوق لیسانس کارآفرینی داری میگیری لیسانس خوبیه فوق لیسانس خوبی هستش به نظر من فوق لیسانس با نمره بالا بگیر اقدام بکن برای قسمت برای رشته دکتراش یا برای کارفرما اگر که برای رشته دکترا اقدام کردی که به بورسیه بدن که بیا اینجا بخونی و در در مقطع دکترا بتونی اینجا بیای بخونی عالیه با بورسیه میتونی که ورش داری پد پدیش تو بره کنسولگری آمریکا ببین ویزا میدن یا نه و اون 70000 دلاری هم که داری جوابگوی خرج زندگیت خواهد بود برای دو سال یا سه سالی که بتونی که تو آمریکا باشی با بورسی اگر که اومده باشی اگر که نیومده باشی ممکنه که باید شهری هم بدی بستگی داره پرونده خود که فوق لیسانس تو بگیری برای دکترا اقدام بکنی و بعد به اقدام بکنی برای برای ویزای مهاجرتی از یک تا من بهش پنج میدم شش میدم برای اینکه رشتت خوبه فوق لیسانس کارآفرینی بسیار خوبه و در ایالات متحده اگه بیای دکترات بگیری اینجا ممکنه که شانسی بالایی داشته باشه که برات کارفرما پیدا بشه اگه دیگری و که یک مدرکی از ایالات متحده گرفته باشی مثل دکترا یا اینکه اگه دوباره برای فوق لیسانس بازرگانی تو بیای آمریکا بخونی اگه شما فوق لیسانستون رو در ایالات متحده بگیری یا دکتراتو در ایالات متحده بگیری شانس پیدا کردن کارفرما تو آمریکا برات بیشتر خواهد بود حساب اشخاص جدا همیشه حساب نکنید که فقط میتونید که با سرمایه گذاری وارد آمریکا بشین خیر خیلی هم با فکرشون با دانششون میتونن که اگه برنامه ریزی درستی انجام بدن وارد ایالات متحده بشن خانم سحر میگن که کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد هستم عضو کانون وکلای دادگستری مرکزی در ایران و در چند ماه آینده پروانه پایی یکم رو دریافت میکنم ایشون 26 سالشون هستش و در انکه در شرف ازدواج هستن دو هدف دارم تحصیل در مقطع دکترای حقوق اشتغال به امر وکالت در آمریکا لطفا اگر راه حلی هستش به من بگید خانم سر گرفتن دکترا در ایالات متحده امکان پذیر ممکنه باشه شما میتونید که <تصفح> کنکوری هست به نام الست. این کنکور رو شما برمی با نمره تافلتون تون اقدام میکنید به دانشگاه های حقوق برای مقطع دکترا دکتراتون سه سال طول میکشه که بخونید سه سالا شما خوندید میشید که دکترای حقوق در ایالات متحده حالا سوال بعدی اینه که شما بعد در, در, یکی از ایالت‌های های آمریکا که 50 تا ایالت ما داریم در یکی از اونها بتونید که پروانه وکالت بگیرید اقدام میکنید درس میخونید براش و پروانه اونم یه کنکور پروانه وکالت داره پروانه وکالت رو بگیم گرفتیم حالا سوال هستش که اون پروانه وکالت رو چگونه ما به گرین کارت تبدیل کنیم برای وکلا باید کارفرما داشته باشن مشکلی که پیش میادش این هستش که الان برای خیلی از وکلا توی آمریکا کار نیست و روی این حساب کارفرما نمیتونه بگه که من چون که کارمند آمریکایی ندارم این شخص رو میخوام بگیرم و اینجا بتونه که کار بکنه بدین جهت دکترات رو میتونی بگیری در آمریکا ولی بر اشتغال به کار در آمریکا خیلی سخت خواهد بودش و به نظر من بر شرایط کنونی صفر حتی یک هم, هم به اون پرونده صفر میدم که من دیگه رشته خودم دارم میبینم که وکلا چگونه دارن کار میکنن چگونه هستش برنامه چقدر وکیلایی هستیم که دنبال کار هستن روی این حساب به نظر من شانس این که بتونی گیرین کارتت رو از طریق وکالت بگیری حتی اون وکالت هم در ایالات متحده باشه شانست بسیار پایینه من به جات بودم سرمایه گذاری روی این برنامه نمیکردم که وکالتم رو در آمریکا بگیرم برای وکیلا بسیار سخته آم، که بتونن که وکالتشون رو در آمریکا بگیرن و بتونن که گرین کارتشون اینجا بگیرن گرین کارت گرفتنش سخت تره درس میخونن مشکل نیستش خرج میکنن سالی 40000 دلار 50000 دلار پول دانشگاه هستش میدن بالاخره وکیل میشن ولی بعد از اون وارد بازار کار آمریکا شدن اون ساله که به نظر من پرونده شما برای کار ممکنه که در ایالات متحده پرونده خوبی نباشه خانم محبوبه ساده محبوبه داشتم فامیلشون میگفتم نگفتم خانم محبوبه میگن که در سال 2010 از طریق لوتوری قبول شدن و همه کارهای من انجام شد و ویزا گرفتم تا به الان هر شش ماه یک بار به با آمریکا سفر میکنم اما به همسرم ویزا ندادن به دلیل اینکه سیوم سپتامبر همان سال دیگر زمان تمام شد و طی نامه‌ای به ما گفتن که چک ایشان به زمان سیوم سپتامبر رسیده و دیگر پروسه تمام شده و جوابی نیومده در نتیجه در 2011 من در آمریکا برای همسرم اقدام کردم یک نوبت مصاحبه هم تاریخ دادن که انجام شد ولی تا الان که یک سال از مصاحبه میگذارد هیچ جوابی نیامده و من هر بار به تنهایی مجبورم سفر کنم آیا این مدت زمانی خیلی طولانی نشده است چرا شده شده و چون که این زمان طولانی شده به نظر من شما حق دارید که بر علیه دولت بر علیه کنسولگری آمریکا در دادگاه فدرال آمریکا شکایت بکنید و بگه که چرا یک سال طول کشتی که اسم همسر من برای نمی چک بیاد و دوستان خیلی از اشخاصی که لوتوری اقدام کرده بودن و الان که در سال 2014 این برنامه داره اجرا میشه در ماه سپتامبر میشه این نامه این دور از چیزها رو ما خیلی داریم میبینیم که به همسر ویزا دادن <coughs> به یه همسر دیگه ویزا نهیدن چون که به خاطر نیم چک عقب افتاده روی حساب اگر که همچین مسائلی هستش متاسفانه اشخاص باید بدونن که مشکلات خانوادگی پیش میادش ویزا یکیشون گرفته یکی نگرفته به نظر من همون کاری که خانم محبوب کردن بسیار عالی بوده گرین کارتش رو گرفته اومده ویزاش رو گرفته اومده آمریکا گرین کارت شده گرین کارتش رو برای برای همسرش اقدام کرده این کار دوستان انجام بدن کسانی که الان دارن که توی برنامه لوتوری هستن که پروندهشون در کنسولگری آمریکا هستش این کار انجام بدید که حداقل یکیتون اون ویزا رو گرفته باشه فرصت از دست ندید رسال خانم محبوبه پرونده خوبی دارین شما که بتونید که برای دولت آمریکا در دادگاه شکایت بکنید که بگین که چرا اینقدر طول کشیده یک سال در این که یک سال طول بکشه و یک سال طول کشیدنش رو داریم میبینیم خیلی پرونده ها الان یک سال داره طول میکشه از کنسولگری بیادش بیرون بعد از اینترویو ولی خب برای پرونده شما به نظر من همچین حقی رو دارید که انجام بدید من تو دو سال نیم دیگه سیتیزن میشم در حالی که هنوز به همسرم هم ویزا ندادن و به هیچ دلیلی هم و هیچ دلیلی هم بهم هم نایدن. نگفتن که چرا شما سیتیزن شدنتون پنج سال بعد شما گرین کار گرفتین واجد و شرایط هستین که سیتیزن بشین ولی تو این پنج سال شما باید سی ماهش رو دو سال و نیم در خاک ایالات متحده حضور داشته باشین شما فرمودین که میرین ایران رو میاین و می آینو هر چند وقت نمی نمیدونم چند وقت آمریکا موندی توی این پنج سال ولی این باید خودتون حساب بکنید <applause> نامه محسنه آقای محسن میگن که از ویزایی که من درشته از آنجایی که من درشته مدیریت بازرگانی درس میخونم و میخوام تا فوق در ایران ادامه بدم و در حال تقویت زبان انگلیسی از هستم از آنجایی که شما همیشه با راهنمایی های خوبتون در TMTV یا با ایمیل این رشته رو در آمریکا خوب و ارزشمند توصیه کردید میخواستم بدونم اگر من زبان چینی رو هم بخونم آیا این زمان این زبان در کارنامه من برای آمریکا پوینت مثبتی هستش یا فرقی نمیکنه محسن جان شک نکن شک نکن نظرت خوبه چینی الان به نظر من زبان دوم دنیا خواهد شد به زودی ممکنه که نسل من نبینه نسل بعدی خواهد دید چون که رشد اقتصادی که چین داشته و همه کشورها باشون رابطه دارن چینی دونستن خیلی خوبه و میتونه که برای مخصوصا کسایی که فوق اساس دارن بهشون کمک بکنه حتما برو چینی تو بخون حتما بخون البته یاد نگیرستان خوب باشه برای کار پیدا کردن کارفرما تو آمریکا ولی چینی رو حتما بخون چون میدونم الان دنیا با, چی، با کمپانی چینی دارن که کار میکنن و خیلی مهمه که آدم زبان چینیو بدونه کاملا فرمایش شما درسته بیشتر سخت چینی بسیار سخته و در ایران باید فقط با معلم خصوصی این کار رو انجام دادش من متوجه هستم ولی من به جات بودم حتما این کار رو من انجام میدادم برای اینکه بسیار به رشتت کمک برای آیندت خوب خواهد بودش سوال آخر امروز ما رو آقای مهران میپرسن که میگن که به دلیل علاقه زیادی به کارهای دستی در کنار شغل مهندس عمران دانشگاهی آم با معادل 14.5 حدود 5 6 سال است در شغل چرم و محصولات دست دست دوز چرمی سابقه دارم و, چند و چندین مدرک از فن فنی و حرفه‌ای در ایران نیز اخذ کردم تا کارم خلاقیت بالایی دارم و دوست دارم بدونم که آیا میتونم که با همچین برنامه‌ای با در آمریکا ویزا بگیرم یا خیر ویزا را فکر کنم که منظورتون بیشتر گرین کارت هستش و مهران جان به نظر من با همونطوری که برنامه اعلام میکنم کسایی که بخواین گیرین کارت آمریکا رو بگیرن از طریق کار باید اینجا کارفرما داشته باشن شما دارین میگین که در کارتون خوب هستین و بسیار عمالی هستش ولی کم باید یک کارفرمایی در آمریکا باشه که ثابت بکند با گذاشتن تبلیغ در روزنامه در اینترنت که دنبال همچین کارمندی هستش و اگر که آن کارمند رو تو آمریکا نتونه پیدا بکنه و از خارج از آمریکا بیاره پیدا کردن اون کارفرما بسیار سخته به بخ... خاطر اینکه خیلی هستن که ها وارد برنامه های مهاجرتی نمیخوان بشن به غیر از اون حتی اگرم که دولت آمریکا قبول بکنه که شما وارد آمریکا بشی به خاطر سهمیه که برای اون کاتگوری دارن یک چیزی در حدود یک چیزی در حدود سه سال یا چهار سال طول میکشه که شما وارد آمریکا بشی برای همین به نظر من پرونده شما را از یک تا ده بدم که کارفرما بخوای پیدا بکنی یک هستش اگر که کارفرما رو پیدا کردی با اطلاعاتی که تو داری گرفتن گرین کارتت 6 یا هفت میشه ولی کارفرما رو باید پیدا کرد و این حساب دنبال اون کارفرما باش اگر که کارفرما رو پیدا نکنی متاسفانه برای مهاجرت از طریق هنرت نمیتونی که وارد آمریکا بشی دوستان از اینکه وقتتون من دادین متشکر هستم تا جلسه آینده که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم برای تک تک شما ایزان شب ها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می کنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی